گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی از افشای پنهانکاری اتمی رژیم در پارچین در کنفرانس دفتر شورای ملی مقاومت در آمریکا. آسوشیتد پرس: اپوزیسیون ایران این افشاگری را ساعاتی بعد از آن عنوان کرد که آژانس اتمی سازمان ملل گفت تلاش‌هایش برای بررسی اقدامات رژیم تهران روی تسلیحات اتمی به بن‌بست رسیده است. گفتگو با سنا سمسامی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا و علیرضا جعفرزاده درباره افشاگری جدید اتمی و پرده برداشتن از راز پارچین در کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن. صدور مجوز اعزام 1500 نیروی نظامی دیگر آمریکا به عراق از سوی باراک اوباما در پی اجلاس رئیس جمهور با رهبران جدید کنگره. تحریم 3 مؤسسه رژیم آخوندی توسط اتحادیه اروپا به خاطر فعالیت‌های مخفی اتمی. جریمه بانک توکیو میتسوبیشی، بزرگترین بانک ژاپن به دلیل نقض تحریم‌های رژیم توسط آمریکا. اعتراضات گسترده در کنگره علیه نامه مخفیانه اوباما به خامنه‌ای. مایک راجرز، رئیس کمیته اطلاعات کنگره: این نامه مشکلاتی جدی با شرکای سنی ما در اتحادیه عرب ایجاد می‌کند. اعتراضات سناتورها و نمایندگان کنگره. گزارش فصلی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی رژیم آخوندی. آژانس کماکان نسبت به وجود فعالیت‌های آشکار نشده از جمله فعالیت‌های مرتبط با کلاهک اتمی برای موشک نگران باقی مانده است. ایلیانا روزلتینن، رئیس زیرکمیته خاورمیانه در کنگره آمریکا: ضرورت برچیدن برنامه اتمی و موشکی رژیم آخوندی. و نبردهای رزمندگان سوری: کنترل تپه استراتژیک حمد و پایگاه‌های نظامیان اسد در اطراف شهر شیخ مسکی. درگیری‌های شدید در حلب و جنایات جنگی دیکتاتور سوریه. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از افشای پنهانکاری اتمی رژیم در پارچین در کنفرانس دفتر شورای ملی مقاومت در آمریکا. آسوشیتد پرس: اپوزیسیون ایران این افشاگری را ساعتی بعد از آن عنوان کرد که آژانس اتمی سازمان ملل گفت تلاش‌هایش برای بررسی اقدامات رژیم تهران روی تسلیحات اتمی به بن‌بست رسیده است. فاکس نیوز اطلاعات مرتبط با هم نشان می‌دهد چاشنی‌ها برای استفاده در سلاح اتمی آزمایش شده‌اند. آسوشیتد پرس، 7 نوامبر 2014. اپوزیسیون ایران روز جمعه گفت اطلاعات جدیدی دارد که نشان می‌دهد رژیم ایران هنوز در راستای تولید سلاح‌های هسته‌ای کار می‌کند. این گروه این گفته را ساعتی بعد از آن عنوان کرد که آژانس اتمی سازمان ملل گفت تلاش‌هایش برای بررسی اتهاماتی مبنی بر اینکه رژیم تهران روی تسلیحات هسته‌ای کار کرده به بن‌بست رسیده است. یافته‌ای که امیدهای توافق هسته‌ای کامل بین 6 قدرت جهانی و رژیم ایران را تا مهلت تعیین شده 24 نوامبر از بین می‌برد. رژیم ایران در ماه فوریه موافقت کرد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آنچه به عنوان آزمون تمایل جدید تهران برای کاهش تنش بر سر برنامه هسته‌ای‌اش دیده می‌شد همکاری کند.
از آن زمان آژانس به دنبال اطلاعات در مورد آزمایش‌های ادعا شده با چاشنی‌هایی که می‌تواند برای انفجار هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، کار روی بارهای انفجاری بالای استفاده شده در انفجارهای هسته‌ای و مطالعات ادعایی در مورد محاسبه بازده انفجاری هسته‌ای بوده است. گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دست آمده توسط آسوشیتد پرس می‌گوید رژیم ایران هیچ گونه توضیحی که آژانس را قادر به روشن شدن اقدامات باقی مانده عملی بکند ارائه نکرده است. این یافته در ثبت این که تحقیقات در چه نقطه‌ای قرار دارد برای ایالات متحده و 5 قدرت دیگر مذاکره کننده با رژیم ایران قابل توجه است. آژانس به عنوان بخشی از تحقیقاتش سالهاست در پی دسترسی به پارچین، یک مجتمع نظامی گسترده در جنوب شرقی تهران بوده است. آژانس میگوید نشانه‌هایی دارد که رژیم ایران در آنجا یک محفظه خاص برای انجام آزمایش مواد منفجره مرتبط با اشتعال یک انفجار هسته‌ای ساخته و به طور مستمر این سایت را پاکسازی کرده است. شورای ملی مقاومت روز جمعه گفت اطلاعات جدیدی در ارتباط با چنین آزمایشی در اختیار دارد. شورا به خبرنگاران در واشنگتن گفت یک محفظه دوم نیز ساخته شده که محل کنونی آن ناشناخته است. هر دو ساختار توسط یک شرکت وابسته به سپاه پاسداران ساخته شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مظنون است که ویچسلاف دانیلنکو، یک اوکراینی که در زمان شوروی سابق در یک مؤسسه تحقیقاتی عمدتاً با سلاح‌های هسته‌ای کار می‌کرد، در ساخت محفظه پارچین نقش عمده‌ای ایفا کرده باشد. آژانس به طور رسمی افراد خارجی دیگری را به این پروژه مرتبط نکرده است. اما مقام‌های اپوزیسیون ایران در واشنگتن گفتند ولادیمیر پادالکو داماد دانیلنکو هم به او کمک کرده است. بیش از یک دهه قبل شورای ملی مقاومت ایران در افشای این که رژیم تهران یک برنامه مخفی دارد نقش کلیدی ایفا نمود. شورا میگوید آخرین اطلاعات خود را از داخل سازمان انرژی اتمی رژیم ایران، وزارت دفاع، سپاه پاسداران و دیگر سازمان‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای این رژیم به دست آورده است. آمریکا و متحدانش میگویند تا قبل از اینکه آژانس بگوید از تحقیقاتش راضی است، هیچ توافق نهایی به دست نخواهد آمد. با متوقف شدن تحقیقات آژانس، این نهاد امید کمی به رسیدن به نتیجه گیری نهایی تا 24 نوامبر دارد. فاکس نیوز 7 نوامبر 2014. چند ساعت بعد از اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد تلاش‌هایش برای تحقیق درباره اتهامات کار روی تسلیحات هسته‌ای توسط رژیم ایران بی نتیجه مانده، اپوزیسیون ایران گفت اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد رژیم ایران همچنان در راستای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای کار می‌کند. شورای ملی مقاومت ایران اطلاعاتی را حین یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن ارائه کرد و گفت 2 مخزن انفجاری توسط شرکت آذرآب ساخته شده که بخشی از یک پروژه بسیار طبقه بندی شده است و فقط 2 مقام ارشد رژیم ایران از آن اطلاع داشتند. این 2 مخزن در چارچوب این برنامه برای آزمایش‌های انفجاری به کار رفتند. رژیم ایران از ماه فوریه اطلاعاتی را فقط درباره چاشنی‌ها ارائه کرده و اصرار داشته که آنها برای اکتشاف نفت یا اهداف غیر هسته‌ای نظامی استفاده شدند. اما آژانس می‌گوید اطلاعات مرتبط با هم نشان می‌دهد این چاشنی‌ها برای استفاده از تسلیحات هسته‌ای آزمایش شدند. واشنگتن، فیلی بیکن، 7 نوامبر 2014. برنامه هسته‌ای رژیم ایران پیشرفته‌تر از آن چیزی است که قبلاً گمان می‌رفت. ادعای وجود محفظه انفجاری دوم در پارچین سوالات جدیدی را همزمان با نزدیک شدن ضرب العجل مذاکرات برمی‌انگیزد. بر اساس اطلاعات جدیدی که روز جمعه توسط یک گروه مخالف ایرانی منتشر شد، برنامه غیرقانونی هسته‌ای رژیم ایران می‌تواند پیشرفته‌تر از آنچه که قبلاً گمان می‌رفت باشد. این امر پرسش‌های جدیدی را مطرح می‌کند، مبنی بر این که رژیم تهران چه چیزهایی را از بازرسان هسته‌ای مخفی نگه داشته است. بر اساس اطلاعات جدید منتشر شده توسط شورای ملی مقاومت ایران،
که در گذشته فعالیت‌های مخفی هسته‌ای رژیم ایران را افشا کرده، گفته شده است که رژیم ایران دو مخزن انفجاری ساخته و هنوز هم در اختیار دارد که آن را قادر ساخته است آزمایش‌های پیشرفته سلاح‌های هسته‌ای انجام دهد. در حالی که وجود یک مخزن انفجاری مدتی است شناخته شده بود، شورای ملی مقاومت می‌گوید دستگاه دوم می‌تواند در مجتمع نظامی پارچین و یا در محل دیگری در ایران مخفی نگه داشته شده باشد. اطلاعات جدید در مورد مخازن انفجاری همچنین درباره شبکه گسترده شرکت‌ها و سازمان‌های پوششی رژیم ایران که برای مخفی کردن شبکه هسته‌ای آنهاست همان روزی منتشر شد که دیدبان هسته‌ای ملل متحد رژیم ایران را به عدم رسیدگی به سوالات کلیدی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش متهم کرد. سونا سمسامی نماینده شورای ملی مقاومت در ایالات متحده در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت اطلاعات امروز کشف یک حقیقت ساده است. رژیم مذهبی حاکم بر ایران بی‌وقفه و مخفیانه با ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای خود به پیش می‌رود و به هیچ وجه قصد رها کردن این برنامه را ندارد. گفته می‌شود یکی از دو مخزن در مجتمع پارچین محل انفجار اخیر که دو کشته بر جای گذاشت نصب شده است. شورای ملی مقاومت گفت مشخص نیست مخزن دوم در حال حاضر در کجا مستقر است. علیرضا جعفرزاده به خبرنگاران گفت این سوالی است که باید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرعت در دست بگیرد و دنبال کند. وی افزود نگرانی که هر کس و آژانس باید داشته باشد این است که بر سر مخزن دوم چه آمد. این چیزی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید فوراً از رژیم ایران خواهان روشن کردن آن بشود. به گفته شورای ملی مقاومت، مقام ایرانی ارشد مسئول طراحی و نصب و راه اندازی اتاق انفجاری یک مقام سپاه پاسداران به نام سعید برجی است. مقامات شورای امنیت ملی کاخ سفید به درخواست‌های واشنگتن فیربیکن برای اظهار نظر در مورد اطلاعات پاسخ ندادند. بازتاب افشاگری جدید مقاومت ایران در کنفرانس خبری وزارت خارجه آمریکا. The NCRI, the Iranian, the National Council of Resistance of Iran, they're the ones who exposed parts of the. در کنفرانس خبری وزارت خارجه آمریکا در روز 7 نوامبر 2014 خبرنگاران از سخنگوی وزارت خارجه پرسیدند شورای ملی مقاومت ایران که چند سال قبل بخشی از برنامه اتمی حکومت ایران را افشا کردند، امروز با یک گزارش دیگر وارد شدند که میگوید تأسیسات پارچین کماکان برای توسعه تسلیحات اتمی مورد استفاده قرار دارد. اتهامات دیگری جدا از مسئله پارچین نیز در آن وجود داشت. بخشی مربوط به پارچین بود ولی بخشی در مورد دخیل بودن دانشمندان اوکراینی است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت این گزارش شورای ملی مقاومت امروز صبح آمده است. لذا من در مورد آن قسمت خاص نیز چک خواهم کرد و ببینم که آیا انتظار می رود که چیزی بگوییم یا نه. در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا این مسئله در رابطه با اعتبار رژیم ایران به عنوان طرف مذاکره 5+1 در شما مکسی ایجاد نمی کند، جن ساکی گفت این مسئله هرگز بر اساس اعتماد نبوده است، بلکه در رابطه با این بوده که رژیم ایران جهان را قانع نماید یا به جهان نشان دهد که ظرفیت داشتن یک برنامه صلح‌آمیز را دارد، و در این رابطه بوده که ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها این درک و فهم را داشته باشند که این می تواند مانیتور شود و این که این کار می تواند از دستیابی رژیم ایران به تسلیحات هسته‌ای جلوگیری کند. ولی به وضوح ما در چنین نقطه‌ای قرار نداریم. گفتگو با سونا سمسامی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا درباره افشاگری جدید مقاومت ایران.
برنامه امروز که ما در دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا برگزار کردیم کنفرانس مطبوعاتی بود در رابطه با افشاگری‌های جدیدی که سازمان مجاهدین خلق ایران از داخل کشور اطلاعات جدیدی رو در رابطه با برنامه‌های مخفیانه اتمی رژیم کسب کرده بودن. اطلاعات جدید رو ما اینجا افشا کردیم. در مجموع 12 مورد مشخص، اطلاعات مشخص ما امروز در این کنفرانس مطبوعاتی به دنیا اعلام کردیم و در اینجا هم تصریح کردیم که هدف ما مشخصاً این هست که نمیخوایم اجازه بدیم رژیم ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه و این رو یک وظیفه ملی خودمون میدونیم و نه تنها برای ایران، برای امنیت و امنیت منطقه و امنیت جهان این رو امری ضروری میدونیم و یک وظیفه ملی میهنی میدونیم که این افشاگری رو انجام بدیم. در این کنفرانس مطبوعاتی که ساعت 10:30 صبح امروز برگزار شد، تعدادی هم شخصیت‌ها، بانک‌های فکری و از سفارت‌های مختلف اومده بودند و همه از میزان پنهانکاری رژیم و از این همه دجالیت رژیم آخوندی که بعد از این همه سال مذاکره، بعد از این همه سال گفتگوهای چند جانبه، کماکان انبوهی اطلاعات پنهان هست که اینا رو در اختیار جامعه جهانی قرار نداده. ما امروز در این کنفرانس سرخطایی که خانم رجوی مطرح کرده بودن برای اینکه جلوگیری بشه از اینکه ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه رو بازگو کردیم. اولین موضوع این بود که غنی سازی اتمی باید بالکل متوقف بشه در ایران. دوم اینکه رژیم باید به تمام عهدنامه ها یا تمام قراردادهایی که یا مصوباتی که شورای امنیت سازمان ملل مشخص کرده باید به همه به اصطلاح به همه بایستی متحد بشه و اجرا کنه. و سومین موضوع هم این هستش که باید اجازه بده بازرسا به تمام سایت های اعلام شده و اعلام نشده سرزده بره و به این ترتیب کنترلی بر اقدامات پنهانکاری رژیم داشته باشه. گفتگو با علیرضا جعفرزاده درباره پرده برداشتن از راز پارچین در کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن. قبل از هر چیز می‌خواستم سلام بکنم به بینندگان سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران و تشکر بکنم از این فرصتی که به من داده شده که چند کلمه با هموطنامون صحبت بکنم، به خصوص در شرایطی که این کنفرانس مطبوعاتی رو ما در اینجا در دفترمون در واشنگتن گذاشتیم. کنفرانس مطبوعاتی دفتر شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا امروز در رابطه با یکی از مهمترین ابعاد برنامه سلاح اتمی رژیم بود، مشخصا متمرکز بود روی سایت پارچین که یکی از مهمترین سایت های مورد توجه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همه کشورها هست. اطلاعات امروز مجاهدین خلق نشون داد که رژیم به صورت مخفیانه دو تا مخزن انفجاری رو تولید کرده بوده توسط شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، یکی از اونا رو توی سایت پارچین نصب کرده. مقاومت ایران موفق شده بود که مشخص بکنه که چه کسی مسئول پیاده کردن کل این طرح بوده. یک معمای بسیار بزرگی که وجود داشت این رو بهش پاسخ داد که اون فردی به نام سعید برجی یکی از افراد با سابقه سپاه پاسداران هستش که در کارهای مختلفی برای برنامه انرژی اتمی، برای برنامه سلاح اتمی رژیم کرده تو این سالیان. و بعد مقاومت ایران تونست نشون بده در این کنفرانس مطبوعاتی که چطوری رژیم با بکارگیری متخصصین خارجی از روسیه، از بلاروس و از اوکراین، اینها رو تحت پوشهای مختلف، تحت عناوین مختلف، تحت پوش تحقیقات، تدریس، اینا رو وارد ایران کرده بود، در حالی که واقعیتش این بود که اینا برای برنامه سلاح اتمی رژیم داشتن کار میکردن. نکته دیگه که در این کنفرانس افشا شد، نقش
ارگان بمب‌سازی رژیم که تحت نظارت سپاه و وزارت دفاع رژیم به عنوان سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی یا سپند معروف است، این نقش شما افشا کردیم که چطوری تمام این پروژه تحت کنترل و نظارت اونا داره انجام میشه. اهمیت این افشاگری امروز هم این بود که این افشاگری تماما متمرکز بود روی پروژه ساخت خود بمب اتمی، چون بمب اتم رو از یک طرف به صلاح اون ماده اورانیوم غنی شده یا پلوتونیوم لازمش هستش که از طریق غنی سازی به دست میاره، و بعد تکنولوژی و خود نحوه ساختن کلاک اتمی مهمترین قسمت و سخت‌ترینش هستش که این افشاگر امروز روی اون متمرکز بود و تونستیم نشون بدیم به دنیا که چرا تا الان رژیم اجازه نمیداده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت پارچین بره، از اونجا بازدید بکنه. و به همین دلیل این افتخار مقاومت ایران بود، افتخار دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن بود که بتونه چنین افشاگری مهمی رو در واشنگتن انجام بده، به خصوص اینکه به لحاظ زمان بندی هم بسیار وقت مهمی بود، توجهات خیلی زیادی روی این موضوع بود، همینطور که در جریان کنفرانس هم مشخص شد توجه رسانه‌ها فوق‌العاده به این کنفرانس جلب شده بود. همه رسانه‌های اصلی، چه خبرگزاری‌ها، چه روزنامه‌های اصلی، چه تلویزیون‌ها در این کنفرانس شرکت داشتن، از سوالایی که می‌کردن و حضور و شرکت فعالشون تو این کنفرانس کاملا مشخص بود که به خصوص به سابقه مجاهدین خلق ایران در افشاگری‌های دقیقشون که چقدر به این افشاگری و به این کنفرانس اهمیت می‌دادن و براش ارزش قائل بودن. گزارش فصلی دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی رژیم آخوندی. آژانس کماکان نسبت به وجود فعالیت‌های آشکار نشده مرتبط با امور اتمی و فعالیت‌های مرتبط با کلاهک موشکی نگران باقی مانده است. تأکید آژانس بر ضرورت اجرای قطعنامه‌ها و پروتکل الحاقی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود که روز جمعه منتشر شد اعلام کرد که رژیم ایران از پاسخگویی به سوءزنها در مورد اقدامات برای ساخت بمب اتمی خودداری می‌کند و این امر عملاً تلاش‌های شش قدرت برای رسیدن به توافق اتمی با تهران را پیچیده می‌کند. گزارش آژانس در مورد برنامه اتمی رژیم می‌گوید رژیم تهران هنوز اطلاعاتی را که قرار بود 2 ماه پیش در 2 زمینه تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دهد را انجام نداده است. این سند محرمانه برای اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کمتر از 3 هفته قبل از ضرب الاجل تعیین شده 24 نوامبر برای پایان دادن به 1 دهه بن‌بست فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی صادر شد. آژانس تصریح می‌کند رژیم ایران هیچ توضیحی ارائه نداده که آژانس را قادر به روشنسازی اقدامات عملی باقی مانده کند و هیچ اقدام عملی جدیدی را نیز در گام بعدی مرتبط با چارچوب برای همکاری پیشنهاد نکرده است. این در حالی است که شورای امنیت تاکید کرده است اقدامات مورد درخواست قطعنامه‌های شورای حکام برای رژیم ایران الزام آور است. مفاد مربوطه قطعنامه‌های یاد شده شورای امنیت که بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل تصویب شده‌اند مطابق شرایط این قطعنامه‌ها الزام آور هستند. اجرای کامل تعهدات رژیم ایران جهت اعاده اعتماد به ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای‌اش الزامی است. سراسیمگی و وحشت رژیم ولایت از افشای راز سایت اتمی پارچین توسط مقاومت ایران.
ولی فقیه ارتجا در سرگیجه ناشی از ضربه افشاگری جدید مقاومت ایران در واشنگتن درباره فعالیت‌های مخفی رژیم در سایت نظامی پارچین از طریق خبرگزاری سپاه پاسداران وحشت خود را از به هم خوردن میز مذاکرات اتمی با کشورهای غربی به نمایش گذاشت. خبرگزاری سپاه پاسداران 17 آبان 1393 به گزارش گروه بین‌المللی خبرگزاری فارس، مجاهدین روز جمعه بار دیگر تلاش تازه‌ای برای فضاسازی علیه نظام آغاز کرد. این در حالی است که دور تازه مذاکرات هسته‌ای این هفته در شهر مسقط عمان آغاز می‌شود. این گروه که در ماه‌های اخیر بارها تلاش مشابهی را ترتیب داده و مدعی انتشار اسناد محرمانه شده بود، این بار نیز ادعاهای تازه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. آنطور که پایگاه واشنگتن فری بیکن نزدیک به نوکان‌ها گزارش داده، این گروه در تازه‌ترین پرده از نمایش خود مدعی شده است که ایران دو اتاقک تست انفجاری در اختیار دارد که یکی از آنها را در سایت نظامی پارچین است یا در جای دیگر از ایران. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس روز جمعه در تازه ترین گزارش خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران که با لحنی مغرضانه تنظیم شده بود بار دیگر همین ادعاها را تکرار کرده و خواستار توضیح ایران در مورد ابعاد تسلیحاتی احتمالی شده است. ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق هسته‌ای تنها تا روز سوم آذر زمان دارند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه پس از گزارش آژانس نوشت این گزارش امیدها برای حصول توافق کامل را از میان برد. با سلام حضور شما هموطنان عزیز و بینندگان گرامی، توجه شما را به ادامه خبرهای این ساعت جلب می‌کنیم. اتحادیه اروپا اعلام کرد که 3 مؤسسه و 1 مهره حکومت آخوندی را وارد فهرست تحریم‌های خود کرده است. اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه خود در بروکسل این تصمیم را که مورد تایید وزیران خزانه‌داری و دارایی کشورهای عضو این اتحادیه است اتخاذ کرد. بر اساس این تصمیم بانک سینا، دانشگاه صنعتی، مؤسسه سورین ترست بانکرز و تاجر بسیجی رژیم بابک زنجانی مشمول توقیف حساب‌های مالی و ممنوعیت ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌شوند. این 3 مؤسسه و تاجر بسیجی بابک زنجانی قبلا هم در لیست اتحادیه اروپا قرار داشتند، اما چند ماه از لیست خارج شده بودند، ولی بر اساس تحقیقات جدید بار دیگر وارد فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا شدند. بزرگترین بانک ژاپن به دلیل نقض تحریم‌های رژیم ایران 300 میلیون دلار از سوی آمریکا جریمه شد. به گزارش رویتر تنظیم کننده امور بانکی نیویورک 300 میلیون دلار از بانک توکیو میتسوبیشی را به عنوان بخشی از مصالحه بر سر اقدامات تخلف‌آمیز این بانک در نقض تحریم‌های رژیم ایران درخواست کرده است. جریمه جدید از یک تخلف پس از مصالحه ژوئن 2013 ناشی می‌شود. بر اساس گزارشی که بانک ژاپنی در سال گذشته ارائه کرده بود، پرداخت‌های مرتبط با موجودیت‌های تحت تحریم آمریکا لاپوشانی شده بودند. در آستانه دور بعدی مذاکرات اتمی رژیم با قدرت‌های بزرگ جهانی، مدیران سیاسی گروه 5+1 روز جمعه اجلاسی را در شهر وین پایتخت اتریش برگزار کردند. در این اجلاس که با شرکت کاترین اشتون برگزار شده بود، نمایندگان رژیم آخوندی شرکت نداشتند. بنا به اعلام خبرگزاری های بین المللی، دور بعدی مذاکرات 5+1 با رژیم ایران روز 20 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار می شود. پیش از آن یعنی روزهای 18 و 19 آبان جان کری و کاترین اشتون با جواد ظریف وزیر خارجه رژیم در مسقط تشکیل جلسه خواهند داد.
ایلیانا روزلهتینن رئیس زیر کمیته خاورمیانه و شمال آفریقا در کنگره آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرد کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان یک توافق ضعیف را که نخواهد پذیرفت. وی تاکید کرد به عنوان نگارنده سخت‌ترین مجموعه تحریم‌ها هدف من همواره توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم و برچیدن ساختار برنامه تسلیحات هسته‌ای رژیم ایران بوده و خواهد بود. این شامل برنامه موشک بالستیک نیز می‌شود. ایلیانا روزلهتینن اضافه کرد اگر رژیم ایران به تفره رفتن بر سر غنی‌سازی ادامه بدهد 5+1 باید دریابد که این رژیم نسبت به دست برداشتن از تلاش برای کسب تسلیحات هسته‌ای جدی نیست و در این صورت باید شجاعت ترک مذاکرات و همکاری با آمریکا برای اعمال تحریم‌های باز هم سخت‌تر را داشته باشد. تحریم‌هایی که سرانجام رژیم ایران را وادار به دست برداشتن از تلاش برای دستیابی به بمب خواهد کرد. آدام شیف نماینده جمهوری‌خواه و عضو کمیته اطلاعات کنگره آمریکا گفت اگر مذاکرات اتمی با رژیم ایران شکست بخورد به احتمال زیاد شاهد تشدید سریع تنش‌ها میان این رژیم و غرب خواهیم بود. به همچنین گفت نامه اوباما این اعتماد کاخ سفید را نشان می‌دهد که مذاکرات کنونی احتمالاً تنها فرصت حل و فصل مسئله اتمی از طریق گفتگو است. در حالی که نامه‌نگاری اوباما به خامنه‌ای با اعتراضات گسترده از سوی سناتورها و نمایندگان کنگره روبرو شده است، مایک راجرز رئیس کمیته اطلاعات کنگره در مصاحبه با تلویزیون MSNBC در پاسخ به سؤالی درباره این نامه گفت این مشکلات جدی با شرکای سنی ما در اتحادیه عرب در نبرد علیه داعش را ایجاد می‌کند. این واقعاً نگران کننده است. دولت آمریکا مدت‌ها تلاش کرد ضایعات ایجاد شده بر روابط ما با شرکای عربمان را که به خاطر توافق با رژیم ایران ایجاد شده بود رفع کند. به همین خاطر آنها نامه‌های مخفیانه ارسال می‌کنند چون نمی‌خواهند کسی از آن مطلع شود. مایک راجرز افزود رژیم ایران همچنان درگیر فعالیت‌هایی در عراق و یمن است. آنها تلاش دارند دولت یمن را سرنگون کنند. کسانی که این وضعیت را می‌بینند و می‌خواهند به نبرد علیه داعش کمک کنند به آمریکا می‌گویند اینها دارند به کشورهای ما تجاوز می‌کنند و در همسایگی ما درگیر فعالیت‌هایی از طریق شبه نظامیان هستند. حال شما می‌خواهید با اینها پای مذاکره بنشینید؟ این خطرناک است. رئیس کمیته اطلاعات کنگره همچنین گفت گاهی پیامدهای دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای فراموش می‌شود. کشورهای سنی گفتند اگر رژیم ایران به سلاح اتمی دست یابد ما نیز همین کار را خواهیم کرد. اگر مذاکرات درست انجام نشود شما یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه به راه می‌اندازید. جان کری وزیر خارجه آمریکا هر گونه ارتباط بین گفتگوهای هسته‌ای با رژیم ایران با موضوعاتی مثل جنگ با داعش را رد کرد. به طی یک کنفرانس مطبوعاتی در پکن در پاسخ به سؤالی درباره گزارش‌ها درباره نامه اوباما به خامنه‌ای گفت هیچ گفتگوی، هیچ توافقی، هیچ تبادلی و هیچ چیز، هیچ گونه معامله یا توافق بر سر وقایعی که در خاورمیانه می‌گذرد به وجود نیاورده است. هیچ گونه ارتباطی بین مذاکرات هسته‌ای با هیچ موضوع دیگری وجود ندارد. مذاکرات هسته‌ای از هر چیز دیگری جداست. جان کری همچنین گفت در مذاکرات اتمی با رژیم ایران همچنان اختلافات واقعی وجود دارد. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سخنگوی کاخ سفید گفت ما تحت هیچ عنوانی هیچ گونه همکاری نظامی با رژیم ایران برای مقابله با داعش نداریم. بین تلاش‌های ما برای حل و فصل مسئله هسته‌ای از طریق مذاکرات 5+1 با کارزار ضد داعش رابطه‌ای وجود ندارد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز تاکید کرد آمریکا در جنگ علیه داعش با رژیم ایران همکاری نظامی نخواهد کرد و اطلاعاتی را به اشتراک نخواهد گذاشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی درباره ارسال نامه از سوی اوباما به خامنه‌ای نوشت باراک اوباما نامه‌ای در مورد داعش برای او نوشته است. آسوشیتد پرس افزود بر اساس این نامه هر گونه همکاری علیه داعش منوط به موافقت رژیم ایران با توافقنامه اتمی خواهد بود.
آسوشیتد پرس تاکید کرد چشمانداز توافق نهایی در مذاکرات اتمی با رژیم ایران نامطمئن است. باراک اوباما روز چهارشنبه گفت امکان حصول قراردادی با رژیم ایران نامشخص است و موضوعی است که تصمیمی در موردش گرفته نشده است. وزارت خارجه آمریکا از استمرار دخالت‌های رژیم ایران در عراق و نقش آن در آموزش شبه نظامیان فرقه‌گرا در این کشور ابراز نگرانی کرد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما می‌دانیم که رژیم ایران به نیروهای عراقی سلاح و مهمات و هواپیما داده است. ما در گذشته نیز از فعالیت‌های رژیم ایران و سرازیر شدن سلاح‌های این رژیم به عراق اظهار نگرانی کردیم و نسبت به فعالیت‌های کنونی رژیم ایران در عراق نیز نگران هستیم. به ادامه خبرها توجه فرمایید. کواکبیان از اعضای مجلس رژیم در دیدار با رفسنجانی از او خواست که خودش را کاندیدای ریاست مجلس خبرگان ارتجاء کند. به دنبال مرگ آخوند مهدوی کنی رئیس خبرگان رژیم، جنگ گرگ‌ها بر سر تصاحب این مقام اوج گرفته است. رژیم آخوندی روز شنبه یک زندانی را در میدانی در مشهد در ملأ عام به دار آویخت. به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، اعدام این زندانی به اتهام محاربه صورت گرفته است. به خبرهای از عراق و منطقه توجه فرمایید. به دنبال دیدار اوباما با رهبران کنگره و سنای آمریکا پس از انتخابات اخیر، باراک اوباما مجوز اعزام 1500 نیروی نظامی دیگر را به عراق صادر کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت این نیروهای نظامی برای مشاوره و آموزش‌های لازم به پیشمرگه‌های کرد و نیروهای عراقی برای مقابله با داعش به این کشور اعزام می‌شوند. به گفته جاش ارنست این نیروی نظامی قرار است در خارج از شهرهای بغداد و اربیل مستقر شوند. پنتاگون اعلام کرد اعزام این تعداد نیرو به پیشنهاد چاک ایگل وزیر دفاع آمریکا صورت می‌گیرد. دریادار جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد کشورش در همکاری با متحدان آمریکا در ائتلاف بین‌المللی مسئولیت آموزش 12 کردان از ارتش و نیروهای پیشمرگه عراق را خواهد پذیرفت. واشنگتن تایمز نوشت افراد مطلع در حزب جمهوری‌خواه می‌گویند برای فشار آوردن روی کاخ سفید به منظور گسترش جنگ علیه داعش و افزایش فشار روی رژیم‌های ایران و روسیه کار روی لایحه‌ای در سنا شروع شده است. بنا به گفته یک مشاور ارشد کنگره در حالی که دولت اوباما سیاست رهبری از پس حوادث را دنبال می‌کند، جمهوری‌خواهان آماده هستند تا به کاخ سفید برای قرار گرفتن در موضع رهبری در صحنه جهانی فشار بیاورند. به نوشته واشنگتن تایمز ارسال تصریحات پیشرفته برای رسمندگان میانه‌روی اپوزیسیون سوریه در دستور کار قرار دارد. با افزایش کمک به این رزمندگان جزو اولین اولویت هاست. تلویزیون الجزیره گزارش داد مردم عراق اولین پرونده حقوقی علیه مالکی را با علاقه دنبال کردند. دادگاه دوم کرخ در بغداد او را همراه با برخی از دستیارانش برای حضور در دادگاه احضار کرد. احضار مالکی و دستیارانش به دادگاه کرخ در خصوص پرونده است که قاضی منیر حداد علیه آنها ارائه کرده و مالکی را متهم کرده که او را به قتل تهدید کرده است. با دو خبر از سوریه و سایر مناطق جهان اخبار این ساعت را به پایان می‌بریم. به گزارش تلویزیون الجزیره رزمندگان سوری در استان درعا تپه استراتژیک حمد و چند پایگاه دیگر نظامیان اسد از جمله مرکز پلیس نظامی و یک مرکز گروهان را در اطراف شهر شیخ مسکین به کنترل خود درآوردند. الجزیره افزود به کنترل درآمدن این تپه استراتژیک توسط انقلابیون سوری به آنها کمک می‌کند تا نظامیان اسد را در شهر نوا هدف قرار داده و از مناطقی که در روزهای اخیر در منطقه شیخ مسکین تصرف کردند به خوبی حفاظت کنند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که بر اساس آن علی عبدالله صالح رئیس جمهور برکنار شده یمن و دو تن از سران نظامی حوثی در لیست سیاه تحریم‌ها قرار می‌گیرند. این افراد به عنوان تهدید امنیت یمن و مخل روند سیاسی در این کشور معرفی شدند. این مجازات‌ها شامل بلوکه شدن دارایی‌ها و ممنوعیت مسافرت این افراد می‌باشد. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در اینجا به پایان رسید. با تشکر از همراهی شما، همگی رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار همگی شما. بازم موشکاف مصدع اوقات شریف شد. عرض کنم به حضور شما که چند وقت پیش این علی گدای گیج و ملنگ یه سوتی داد که هنوز که هنوزه نوچه‌هاش تو جمع جور کردنش موندن. علی گدا گفت مذاکرات فایده نداره، اما من از تیم مذاکره کننده حمایت میکنم. حالا ببینید خرچنگ ولایت واسه ماسمالی سوتی آقاش چه دست و پایی میزنه. اوباما دیروز گفته که تحریم ها ایران را پای میز مذاکره نشان. این تحلیلتون غلطه، به دلیل آن که تحریم ها ما را پای میز مذاکره ننشان. ما حسینی هستیم، ما عاشورایی هستیم، راه ما راه مقاومته. اگر درست میخواید بفهمید، اتمام حجت ما را پای میز مذاکره نشوند. عده‌ای همش اینجا اونجا مینشستن میگفتن شما دشمن تراشی میکنید. بسیار خوب، اینم دشمن تراشی نکردن. این مذاکرات اگر هیچ فایده ای نداشت مگر این که ساده لوح‌ترین آدم‌ها در این کشور فهمیدن امریکا مطلقا قابل اعتماد نیست، به نظر ما بهره خودمون را برده ایم. اوه اوه چه غلط ها، بیس قیافت کپ ابن زیاده، بعد دم از عاشورا میزنیم. بعد تازه اگه میخواستی اتمام حجت کنی، پس چرا 12 سال یه قضیه رو کش دادی؟ همون اول اتمام حجت میکردی، قال قضیه رو میکندی دیگه. گذشته از همه اینا مگه نمیگی بهره خودتونو بردی؟ خب اگه بردی چرا همین الان میز مذاکره رو چپ نمی کنی؟ چرا باز خورخوره التماست بلنده؟ یکی از مسئولین امریکایی گفته که حتی اگر مسئله هسته‌ای هم با ایران حل بشه، در عرصه‌های دیگر ما چالش با ایران داریم. ما هم حرف ما اینه، حتی اگر مسئله هسته‌ای ما با شما هم حل شد، نفرت از استکبار از جان این مردم نمیره و فریاد مرگ بر آمریکای مردم ما بلنده. قبل از اینکه عرعر ضد امریکایی تو بلند کنی، یه نگاهی به برپاره‌های باند رقیب بنداز، ببین چه خبره، ببین چه نرمش بازاریه. در پرونده هسته‌ای و توافق در این زمینه نباید تأخیر شود. تفاهم بین ایران و 5+1 باید به نتیجه برسد. در این راه آنها که از روی نادانی ساز مخالف می‌زنند باید بیدار شوند که منافع ملی کشور می‌تواند با عدم توافق به خطر بیفتد. حالا علت این دستپاچگی اونم تو آستانه مذاکرات چیه؟ جوابو از زبون این خرس کارشناس بشنوی. دستای اوباما بسته‌تر شده. قبلا هم که عرض کنم کنگره سناش دست دموکرات‌ها بود، اونجا جمهوری‌ها مشکلات ویژه‌ای رو ایجاد می‌کردن. الان در حوزه تصویب قوانین جدید
جمهوری خواها با دست خیلی راحت تری، دست خیلی بازتری میتونن عمل بکنن. الان وضعیت بدتر شده، در حوزه مذاکرات مشکلاتی رو قطعا ایجاد خواهند کرد. این مباحثی هستش که فکر میکنم باید بهش به صورت جدی توجه بشه. وضعیتی که در نهایت کنگره آمریکا داره و قدرتی که داره و نفوذی که داره و بعد نفوذ لابی اسرائیل در این کنگره میتونه مباحث رو خارج بکنه از وضعیت معمولی که شاید تو ذهن خیلی از بینندگان شما باشه. این تأثیراتی که این انتخابات در حوزه سیاست خارجی آمریکا میتونه داشته باشه جدی. از اون جدیدتر وضعیت دلنگان عظماست که نه راه پس داره و نه راه پیش. اگه بره پای زهرخوری اون وقت عمامش به فنا میره. اگه هم نره دیگه وابلا بازاری میشه. هر چقدر هم نوچه هاشو واسه مالکشی و بتونه کاری میفرسه وسط، کار خرابتر میشه. یعنی در یک کلام باید به علی گدا گفت سید علی شیره ای گریه کن نداری، وگرنه خودت مصیبتی.